من میخوام از شما دعوت بکنم که یک پویشی رو راه بیاندازیم. یه پویشی برای این اتفاق خوب. با صدای بلند این اتفاق خوب رو صدا بزنیم، فریاد بزنیم و خودمون رو جزء جریان و حزب این اتفاق خوب اعلام کنیم. این اتفاق خوب چیه؟ بیایید یک پویش جهانی درست بکنیم. انواع هشتگ ها درست بکنیم تو اینترنت، داغش بکنیم، فریاد بزنیم و بعد باهاش زندگی کنیم. بیاید یک فرقه درست کنیم. فرقه ناجیه. فرقه کسانی که دوست دارن امر خدا را اجرا کنن و این را یک نیاز خود میبینن. فرقه ها درست شده تو عالم. بعضی ها مایلن مانند سگی روی زمین راه برن، قلاده خودشون رو دست زنی بدن یا زنی دست مردی بده. بعضی ها علم و بیرق نافرمانی نسبت به هر دین، بلکه نسبت به فرهنگ، نسبت به آنچه که انسانها معمولا آن را خوب می دانند علم کردن، میان یه دفعه عصیان می کنن. عصیانگری علیه فرهنگ، عصیانگری علیه سنت ها، عصیانگری علیه وجدانیات و اخلاقیات انسانها رو باب می کنن. شما چرا باب نمی کنید اطاعت از کسی را که او جز خدا نیست؟ اگر در تو این غریزه و حس بیدار شده، شما فریادشو بزن، بگو آیش آدم شهوتران، تو کشش به شهوترانی داری، منم دارم کشش خودم رو اعلام میکنم، منم اینم، منم دارم پاسخ به یک کششی درونی میدم، من هم عشقمه که او را بپرستم، که او را اطاعت کنم. ببینید جهان چه اتفاقی درش میفته. اگر در تو این غریزه و حس بیدار شده، شما فریادشو بزن، من هم عشقمه که او را بپرستم. اونهایی که یک شب راه 100 ساله رو طی میکنن، تو یه لحظه منقلب میشن، یه دفعه همین حس درشون بیدار میشه، دوست دارم بپرستمت، تو به من فرمان بدهی، من به تو چشم بگویم، حالا چه فرمانی داری به من بدهی؟ و خدا از سر مهربانی و از سر لطف این تقاضای غریزه بندگان خود را بی پاسخ نگذاشته است و به آنها فرمان داده است. خدایا ساعت اول صبح چه کنم؟ دو رکعت نماز بخوان. چگونه نماز بخوانم؟ وضو بگیر، این چنین اقامه کن. بعد چه کنم؟ ذکر بگو. بعد چه کنم؟ امری نمی کنم. خدایا بیچاره میشم، دنبال معیشت برو. اصلا نمیتونه یه لحظه بدون فرمان دیگه زندگی کنه. وقتی اون مقدمات در شخصیت انسان فراهم شد، انسان به بیداری این حس در درون خودش میرسه که خدایا من میخوام بپرستمت و پرستیدن تو به اطاعت کردن توست. میاد رفقا ماها خودمون عضو این جریان بشیم، میاد یه جریان درست کنیم، میاد یه فرقه درست کنیم، میاد یه دین درست کنیم. این دین هست، این فرقه هست، این همین چیزیست که قرآن میفرماید در همون آیات ابتدایی سوره بقره، یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، بندگی کنید خدایی را که شما را آفرید. یعنی به همین دلیل که شما را آفریده است، این حس در درون شما هست. یعنی اگر فطرتت بیدار باشه، همین که متوجه بشی کی تو رو خلق کرده، میبینی دوست داری عبدش بشی. ما باید جریانی را بندازیم در میان فرهنگ بشریت امروز، در میان بشریت حرفی رو باید با صدای بلند بزنیم. و اون چیه؟ و اون این استش که ما میخواهیم خدا را اطاعت کنیم. ما دیگر نمیخواهیم فقط به او اعتقاد داشته باشیم. ما نمیخواهیم فقط به او هنگام نیاز در خانه او برویم و در خانه و از او کمک بخواهیم. ما میخواهیم به او چشم بگوییم. ما دنبال فرمان او هستیم. این یک غریزه است در انسان. ما
ما میخوایم یه جریانی را بندازیم، تبدیلش کنیم به یه فرهنگ. ما پرستندگان خداییم، ما اطاعت کنندگان از خداییم. من میخواهم خدا را بپرستم، من میخواهم از او اطاعت کنم.